حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از وین با ماست. آقای نایب هاشم خوش آمدید. بسیار شبکه‌های خارجی به این موضوع پرداختن. RTL گفته استرداد این زندانیان ایرانی اتریشی و همینطور این شهروند دانمارکی بخشی از توافق مبادله با اسدالله اسدی بوده. چقدر این چه نشان می‌دهد از اهمیتی که استرداد اسدالله اسدی برای جمهوری اسلامی داشته و کلاً این مبادله چهار نفر در ازای استرداد اسدالله اسدی رو توسط جمهوری اسلامی چطور می‌بینید؟ با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما و تبریک به کامران قادری، مسعود مصاحب، همسرانشون، فرزندانشون. امروز روز خوبی است برای من، برای اینکه خب دوست 40 ساله من کامران قادری آزاد میشه و خب بعد از 7 سال 2709 روز دقیقاً او رو خواهیم دید. همچنین مسعود مصاحب بعد از 1586 روز آزاد میشه. همونجوری که شما فرمودید، از اونجایی که وزیر خارجه اتریش تشکر کرده از وزیر خارجه بلژیک و وزیر خارجه عمان، نقشی که این دو کشور داشتن رو نشون میده در این ارتباط و خب نقشی که هست به طور مشخص در ارتباط با آزادی اسدالله اسدی، برای اینکه همسر کامران قادری هر هفته در این 7 سال به وزارت خارجه اتریش میرفت و نتیجه نداشت و در اثر این مبادله در واقع این کار صورت گرفته. امیدواریم که تنها این 4 نفر نباشند و تعداد بیشتری آزاد بشن، ولی قاعدتا از اونجایی که اسدالله اسدی در اتحادیه اروپا دستگیر شده بوده، خب تعدادی از دستگیری‌های اتحادیه اروپا آزاد شدن. امیدوار بودیم، امیدوار هستیم که احمد رضا جلالی هم، او هم تبعی اروپا و ایران هست، هر چه زودتر آزاد بشه در این چارچوب. حالا نمیدونیم چه توافق به چه صورت انجام شده و امیدواریم تعداد بیشتر بشه. آقای نایب هاشم به این اشاره کردن که سابقه رفاقت طولانی چون تا حالا موفق شدیم با هیچ کدومشون صحبت بکنی یا اعضای خانواده‌شون؟ با اعضای خانواده تماس گرفتیم و ایشون هم ابراز خوشحالی کردن. امیدوارم که به هر حال این امکان باشه که هر چه زودتر، هنوز خبر هنوز به وین نرسیدن عزیزان ما. بعد از اینکه به وین برسن حتما سعی خواهیم کرد که اول از همه با هم دیگه گفتگو داشته باشیم و امیدوارم که شرایطی برای ایشون فراهم باشه که بتونن هر چه بیشتر با رسانه‌ها صحبت بکنن و شرایطی اون اتفاقاتی که برای ایشون اتفاق افتاده بازگو بکنن، ببینیم که وضعیت چگونه هست. چون که مثلا آقای مازیار بهاری وقتی که صحبت کردن از اون چیزی که در زندان برو رفته بود، باعث شد که بسیاری آگاه بشن که در خارج کشور چه در داخل زندان‌ها چه اتفاقی افتاده. بله، گفته شده که با یک هواپیمای نظامی از عمان عازم بژک هستند. حتما در بخش‌های بعدی خبری سعی می‌کنیم به شما برگردیم. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از وین اتریش، ممنون از همراهیتون.